و به ور گفت اگر به اوضاع چند روز گذشته نگاه کنید به روشنی پیداست که دستان رژیم ایران در حمله به کمپ مجاهدین خلق اپوزیسیون ایران وجود داشت. And you look at yesterday and the last couple days that clearly there was an Iranian hand in Iraq in raiding the Mujahideen al-Khalq camps, the Iranian opposition. هر دولتی که در تهران بر سر قدرت بیاید، حتی اگر احمدی نژاد هم استعفا دهد و یک واقعه این چنینی رخ دهد، هر کسی که جای او بیاید کاری خواهد کرد که عراق به سمت آنها حرکت کند. خصوصا در حال حاضر که آمریکا دارد نیروهایش را با سرعت بیشتر از آنچه تصور می‌رفت خارج می‌کند. لذا نباید فکر کرد که رژیم متجاوز ایران کارش تمام شده است. Even if Ahmadinejad resigns or something dramatic happens like that, he will find anyone who replaces him will want to make sure that Iraq goes in the way that Iran needs to, especially as we withdraw troops more quickly than we had expected. So what I'm saying is we shouldn't count an aggressive Iran. Shouldn't count. John McLaughlin, the former deputy director of the CIA, تلویزیون سی ان ان با جان مکلاگین معاون سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، رابرت بیر افسر سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و جان اوسولیوان سردبیر اجرایی رادیو آزاد اروپا در پراگ مصاحبه ای انجام داد. جان مکلاگین گفت اتهامات رژیم ایران علیه غرب در تحریک قیام مردم ایران هیچ پایه و اساسی ندارد. با نگاهی به ایران امروز می توان دریافت که تمامی این نارامی ها از داخل ایران نشأت گرفته است. آنچه باید رژیم ایران را نگران کند قیام های خیابانی و مسائلی است که در درون این رژیم می گذرد، نه آنچه از خارج می آید. طی دو سه هفته گذشته موضوع قابل توجه برای من عمق شقه است که در درون رژیم ایران صورت می گیرد. The most striking thing to me in the last couple of weeks has been the degree to which we see splits developing within the Iranian government. این چیزها را نمی‌شود با تبلیغات یا از طریق رسانه‌ها به داخل ایران القا کرد. به افسود آنچه در جریان انتخابات اتفاق افتاد یک زلزله در سراسر منطقه و در خود ایران ایجاد کرد. لذا رژیم ایران دیگر آن موضع سابق را در میان کشورهای منطقه ندارد. رژیم ایران هرگز به شرایط سابق خود باز نخواهد گشت. رابرت بیر گفت ما شاهد شکاف و شقه در داخل رژیم هستیم، چیزی که دو ماه پیش اصلا تصور آن هم نمی رفت. این روزها بسیاری از آیت الله های مهم در قم منتقد خامنه ای و احمدی نژاد شدند. This is coming out of nowhere and what we're really seeing is many of the important ayatollahs in Qom are coming out against Khamenei as well as Ahmadinejad. تلویزیون سی ان ان پرسید آیا فاز قبل از انقلاب در ایران است؟ جان اوسولیوان سردبیر اجرایی رادیو آزاد اروپا گفت ما شاهد شقه در درون رژیم در همه سطوح هستیم که تاکنون قابل تصور نبود. علت ایجاد این شقه اشتباه عظیمی است که رژیم مرتکب شد و به طور فاحشی در انتخابات تقلب کرد. اکنون مردم به خیابانها ریختند و یک مقاومت حقیقی شکل گرفته است. به نظر من اوضاع در ایران به این سمت خواهد رفت که رژیم در دراز مدت توان خود را در حفظ اهرم های سرکوب از دست خواهد داد، حتی اگر این سرکوب در حال حاضر ادامه یابد و موفق هم شود، که البته معلوم نیست. I think what's going to happen here is a loosening in general of the regime in the long term, even if the present repression continues and in a sense succeeds, which is by no means certain. CNN پرسید همانطور که گفته شد اتفاقات اخیر رژیم ایران را در منطقه تضعیف کرده است. چند ماه پیش همه فکر می‌کردند که ایران به یک قدرت عمده منطقه تبدیل شده. در عراق با استفاده از عناصر و دست نشاندگانش صاحب اهرم‌های قوی شده، در لبنان از طریق حزب الله و در فلسطین از طریق حماس، و این احساس کلی ایجاد شده بود که احمدی نژاد و رژیم ایران حامیان بزرگ اهداف عرب و فلسطین هستند. ولی اکنون با نگاهی به اوضاع کنونی آیا مشکلات اخیر رژیم ایران نفوذ آن را تضعیف کرده است؟ رابرت بیر گفت اگر به اوضاع چند روز گذشته نگاه کنید به روشنی پیداست که دستان رژیم ایران در حمله به کمپ مجاهدین خلق اپوزیسیون ایران وجود داشت. And you look at yesterday and the last couple days that clearly there was an Iranian hand in Iraq in
raiding the Mujahideen al-Khalq camps, the Iranian opposition. هر دولتی که در تهران بر سر قدرت بیاید، حتی اگر احمدی نژاد هم استعفا دهد و یک واقعه این چنینی رخ دهد، هر کسی که جای او بیاید کاری خواهد کرد که عراق به سمت آنها حرکت کند. خصوصا در حال حاضر که آمریکا دارد نیروهایش را با سرعت بیشتر از آنچه تصور می‌رفت خارج می‌کند. لذا نباید فکر کرد که رژیم متجاوز ایران کارش تمام شده است. Even if Ahmadinejad resigns or something dramatic happens like that, he will find anyone who replaces him will want to make sure that Iraq goes in the way that Iran needs to, especially as we withdraw troops more quickly than we had expected. So what I'm saying is we shouldn't count an aggressive Iran, we shouldn't count it out.